های منفی به 5 بخش تقسیم میشه. گاهی با تحقیره، گاهی با توهینه، گاهی با برخورد تبعیضیه، گاهی با کتک زدنه، گاهی با لقب زشت دادنه. تلقین منفی انواع و اقسام داره. تلقین مثبت با چند جوره؟ گاهی با تشویق کلامیست، گاهی با لبخنده، گاهی با اعطای یک جایزه است، گاهی با دادن یک مداله، گاهی یک مسابقه میگذارن، یک جامی میدن، یک قابی میدن، یک تابلوی هدیه، انواع و اقسام داره. تلقین گاهی منفیه، گاهی مثبت. گاهی با یه باری کلا یک دانش آموز قوت پیدا میکنه، خودش را از یک دانش آموز معمولی میکشونه به شاگرد دوم. این باری کلا اگر به جا قوی گفته بشه به شاگرد اول میکشونه. و گاهی خیلی خنگی یک کودن گفتن، یک توهین، طرف را از رتبه اول به زمین میزنه، یعنی از عرش به فرش کوبیده میشه. این اثر تلقینه. این دو نوع تلقین منفی و مثبت رو گوشه ی ذهنتون داشته باشید. از یه زاویه دیگه باز من میخوام تلقین رو و تلقینگر رو به دو قسم تقسیم کنم که اصل بحث من اینجاست. گاهی اونی که تلقین میکنه معصوم وحی، گاهی تلقین قرآن داره با تکرار یک مطلبی تلقین میکنه، یک حدیثی داره تلقین میکنه با او کسی که حدیث میخونه با عباراتی که حالا اشاره میکنه. معصوم وحی خدا داره تلقین میکنه، یا غیر معصوم تلقین میکنه. گاهی خودت به خودت تلقین میکنی، من چقدر بدبختم، من چقدر بیچارم. حالا اینا توضیح داره. من اول میخوام آیات و روایات رو بگم، بعد اگر وقت شد بریم سراغ کاری که و بلایی که گاهی سر خودمون میاریم. نمیدونم بتونم امشب بحث رو کلن جمعش کنم، ولی از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. من میخوام ببینید آیات قرآن دنبال چه هدفیه، اوامر و نواهی الهی دنبال چه غایتیست، چه کار میخواد بکنه، چی میخواد به ما بگه. چرا مثلا تو یک آیه، تو یک سوره 32 بار یک آیه تکرار میشه؟ ویل للمکذبین. چرا؟ فبه ایالا ربکما تکذبان، فبه ایالا ربکما تکذبان. چرا اینقدر قرآن تاکید داره بعض از آیات رو، بعض از نکات رو؟ اینو دنبال اون میخوام بگردید و به این نتیجه برسید. قرآن کریم اگر تلقین بکنه، شیوه تلقین وحی، ببخشید این که میگم وحی قرآن و اطرت منظورمه ها، منفکش نکنید، شیوه تلقین وحی استدلالیه. همون بحث دیشب، اول درخت رو آباد میکنه، اول درخت رو تقویت میکنه، عواملی که قوت درخت رو میگیره حرس میکنه، شاخ زیادی ها رو میزنه. اگر درخت باید پیوند بشه پیوند میزنه، اگر زمین قدرت نداشته باشه تغذیرش میده، قوتش میده، کودش میده. این درخت یک درخت قدری بشه، درخت وقتی بهش رسیده شد در نتیجهش میوه های درشت قشنگ عالی. اندیشم همینطوره. هرچه اندیشه انسان استدلالی تر، فهیم تر، درک بره بالا، شعور بره بالا، عمل جلاتر، قشنگتر، بزرگتر، سالمتر، منطقیتر. یعنی هرچی این درخت اندیشه روش کار بشه انسان به اعتدال زودتر میرسه. افراط و تفریط، تندروی و کندروی، اینا میوه های گندیده است. میوه گندیده هم قابل خوردن نیست، قابل مصرف نیست. اونی که قابل مصرف است اعتداله. یعنی این اعتدال به این مفتی ها به دست بله نمیاد. هرچی پول بدی آش میخوری، هرچی زحمت بکشه برای این درخت،
خب نگاهی خوبی هم به دست میاری. قرآن وقتی میگه تنقیم کنه استدلال میاره، با استدلال حرفشو میزنه، با دلیل و منطق و برهان حالی آدم میکنه. ولی تنقیم هایی که غیر معصومین با آدم دارن، مثل روانشناسا، مثل روانکاوها، اینا گاهی تلقیناشون تلقینهای استدلالی نیست، بیشتر هیپنوتیزمه. یعنی وادارش میکنه بخوابه. چرا بخوابه؟ نمیدونم. این میگه بخواب، چشماتو هم بگذار، تو الان در رویایی. دیدید هیپنوتیزم چجوری میکنه؟ من میترسم عمل بکنم همه تون بخوابید، لذا خیلی رو هیپنوتیزم کار نمیکنم. چشماتون رو ببندید، روح خودتون رو مثلا بفرستید مشهد، حالا یک لحظه خواهش میکنم دلتون رو به من بدید تو من هیپنوتیزتون کنم. منطور هیپنوتیز کردن فقط این نیست که یک که ببری بالا. دیدید بعد ما اشاره اینه، اینه میگن هیپنوتیزم اونجوری نه، اما اینم اینو هیپنوتیزمه که چشم دل رو ببند. دیدی بعد روزه خونه میگن، مدده ها میگن چشم دل تو ببند، چشم سر تو ببند، چشم دل تو باز بکن، میخوام ببرمت حرم مقدس امام رضا، مسجد گوهر شاد رو ببین. الان دارید میبینید دیگه، درسته؟ اون حوض وسط حرم رو میبینید، وسط صحن رو، اون حوض. یه وضو بگیر، تو هم داری وضو میگیری، از اون کفشداری شماره 11 وارد بشو، کفشتو بده به کفشداری، بیا دم حرم، دم در، در رو ببوس، ذریحو میبینی، دست رو سینه، ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، ادخل یا امیر المؤمنین. شد هیپنوتیز دیگه. یعنی هرچی من برم جلوتر شما بیشتر گریهتون میگیره. چرا؟ چون تفکر شما اومده دست من. قرآن اینجوری بحث نمی کنه، واقعا میبرتتون مشهد، نه در خواب و خیال، نه اینکه شما رو بخواد هیپنوتیز بکنه، استدلالی بحث میکنه، دستتون رو میگیره، میبره در عمق مطلب، نشوندتون و نشونتون میده. اینه که میگن اعجاز داره قرآن. یعنی وقتی آدم به توحید استدلالی رسید، وقتی خدا را با تمام وجود شناخت، اون وقت وقتی نماز میخونه ها، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این الرحمن و الرحیم، این بسم الله یه جور دیگه است. چرا؟ چون شناخت او نسبت به خدا. چرا بعد از اولیاء الله گریه میکنن تو نماز؟ چرا؟ چک دارن؟ ها؟ قرار بوده وامشو بدن، ندادن، ورشکست شدن، چرا گریه میکنه؟ اصلا اینا چیز نیست بابا، برای که داره میفهمه الحمدلله رب العالمین یعنی چی. چرا سید شخصی در مسجد سید رحمت الله علیه بارها و بارها در حمد و سوره اینقدر گریه میکرد که قش میکرد و با صورتش روی سجاده میافتاد و نماز میریخت به هم؟ چرا؟ ولی چرا من وقتی نماز میخونم ریشم هم میخارونم، پاما میخارونم، فکرم همه جا هست الا؟ دیدید چجوری بعض نماز میخونن؟ آه امی صراط الذین انعمت علیهم، این دره ببن، غیر المغضوب علیهم، گوشه بردار. این چه نمازی؟ خب نمیفهمم من نمیدونم با کی دارم حرف میزنم. ببینید آیون، اگر کسی دلش میخواد در نماز کیف کنه، حظی از عبادت ببره، اینه بهتون بگم، به همون اندازه که معرفت به خدا پیدا می کنید، حال در عبادت به خدا پیدا می کنید. هرچه معرفتتون کم باشه، مثل من، نمازتون اینجوری که آدم گاهی وقتا یادش، یعنی واقعا تعجب کنه، ای رکعت چهارمه، داره سلام میده، رکعت اولو کی خوندم، دوم کی به اون شد، کی من رکعت سومو خوندم، همه تو تیوار داری عادت شده، دقیقا این نوار ضبط صوت، خودم هم نفهمیدم رکوع هم کی تموم شد.